بینندگان دوست داشتنی تلویزیون ایرانیان کانادا ITC. من ساغر بهشتی هستم با یه قسمت دیگه از برنامه‌مون در خدمت جناب آقای دکتر فریبرز داوودی، وکیل رسمی دادگستری کانادا در حوزه حقوق جنایی هستیم. جناب آقای دکتر، خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون که دعوت کردید که در خدمت شما و دوستان عزیزان فارسی زبانان و بینندگان تلویزیون وزین ITC باشم که در خدمتون هستم. ممنونم که تشریف آوردید. یه موضوعی که من خیلی تو ذهنم بود که این دفعه بگم، به خاطر اینکه ازتون بپرسیم و بدونیم، یه قوانین اینجا خیلی متفاوت است با قوانین ایران در زمینه خیلی خیلی کارا آدم اونجا میکنن و کلاهبرداری مسئول میشه. اینجا خیلی از کارا کلاهبرداری مسئول میشه. راجع به کلاهبرداری اگه والله کلاهبرداری کلاهبرداریه بگم، تعریفش هم خیلی ساده هستش. اگر هیچ به هر نوع سیستمی غیرقانونی، هر نوع ابزار غیرقانونی که کسی استفاده بکنه که شما رو از ثروت یا مال محروم بکنه، این کلاهبرداری محسوب میشه. هر نوع منظور از ابزار غیرقانونی این هستش که شما اگر یک طرف رو به طرف دروغ بگید یا به طرف قولهای پوشالی بدی بدونی که مثلا قول پوشالی هستش، یا چک بی محل بکشی، تجازه، اینا همه میره زیر مجموعه کلاهبرداری. معمولا کلاهبرداری توام میشه با دروغ و پول، تجازه. این دوتا اگه با هم دیگه در یک شو در همزمان با هم باشن، این معمولا تبدیل به جرم کلاهبرداری هستش. گرفته اقسام مختلفی داره، اشکال مختلفی داره، به نوعی مختلف به خودش میتونه چی نشون بده یا بروز بده و اینا. بیشترین مثالایی که حالا پرونده‌هایی که میاد زیر دست شما چی میتونه باشه؟ والا نوعش فرق میکنه. مثلا راجع به مثلا هموطنان و فارسی زبان من بگم، چون این نوع مثلا جرم کلاهبرداری فقط مربوط، خوشبختانه فقط مربوط به ما نیستش، یعنی همه ملیت‌ها اینا دارن این مشکل رو. ولی بیشترینش که من در مورد مثلا هموطنان دیدم، راجع به ایرانیان دیدم، برمیگرده به مثلا به مورگیج دجاست بعد که بعضی از دوستان خیلی خیلی عجله دارن یا خیلی مشتاق هستن که هر چه زودتر صاحب خونه بشن یا یه خونه رو ببینن میخوان بخرن ولی پولشون ندارن، باید میرن بانک مورگیج بگیرن که بانک هم بهشون نمیده و اینا میرن چیکار میکنن؟ مدارک تقلبی مثلا درست میکنن. آره، که مثلا راجبه مثلا نامه کار که وجود نداره اینا درست میکنن، میدن مثلا مبلغ مثلا درآمدشون خیلی بالاتر از اون که هستش مثلا قید میکنن تو نامه، و مثلا شرکتی هم که میرن این کارو میکنن، نامه میگیرن، معمولا آشنا دارن، دوست دارن، که مثلا از بانک وقتی زنگ میزنن به اون شرکت، اون همون کسی که نامه رو براتون نوشته همون شخص گوشی رو برمی‌داره و با نماینده بانک یا با بازرس بانک صحبت میکنه و اینا، که اینجوری مثلا میتونن ردش بکنن. یا مثلا یه کاری که میکنن این هستش که مثلا صورت حسابای تقلبی میارن که مثلا از ایران مثلا اینقدر پول دارن یا مثلا فلان کشور اینقدر پول دارن، نشون میدن که ما موقعیت مالیشو داریم که بتونیم مورگیج رو پرداخت بکنیم و اینا. سر همین اینجور مسائل در رابطه با مورگیج خیلی اتفاق میفته و متاسفانه چیزی که من خیلی هم دیدم توی چند موردشو دیدم این هستش که بعضی از دوستان آشنا دارن با افرادی که بانک کار میکنن. مثلا شما اپلیکیشن وقتی برای مورگیج میدی بهتون نمیخوره، که یعنی قانونا شاید نباید بانک به شما مورگیج بده، ولی خب مثلا اون مدیر مثلا مورگیج بانک رو تو شعبه کار میکنه میشناسن، یه پولی بهش میدن، اون بازتون امضا میکنه و کارتون انجام میدن. اینا بیشتر بعضی از مثلا همین معاملات ملکی ها، ریل استیت ایجنت ها، که متاسفانه یه سری کارهای غیر اخلاقی انجام میدن، نه همشون البته، یه دی خیلی درصد خیلی کمشون متاسفانه آشنا دارن تو بانک، درجه که میرن و کارشون را میندازن، یه پولی ازتون میگیرن که میدن که به اون مدیر مثل مورگیج منیجر فلان شعبه بانکی و اون کار رو ازتون انجام میده. ولی اگه گیر بیفتید، اولین کسی که میگیرن شمایی، چون اول همون کسی که کارمند بانک هستیش در میره، همون ریال استیتیه یا معاملات ملکی اونم ازش در میره، شما میمونی چون شما امضا رو کردی. آها، چون بوده واسه من پیش اومده، موکل داشتم که مثلا تو از ایران اومده بود و
و ایشون یه مقداری با خودش پول آورده بود که یه ریال استیتی اومد با ایش صحبت کرد، میخواستش که خونه نبود، میخواست بیزنس بزنه، مغازه میخواست، این یه ساندویچ فروشی میخواست بزنه، ساندویچ فروشی سابی که بلکه این میخواست کلی، یعنی میخواست بره از بانک مورگیج بگیره واسه مغازش، که این شخص این ریال استیتی ظاهرا یکی رو میشناخته توی بانکی توی که خیلی دورتر هم از تورنتو بوده و اینا، رفتن اونجا اون کارشون درست کرده، این شخصی پولی هم گرفته، امضا کرده، رفته پول گرفته، بعد که تحقیقات داخلی در خود شعبه کردن و تو بانک کردن و اینا مشخص بودش که این چی تقلبی بوده و اینشون رو وقت تنها کسی گرفتن خود این شخص بوده، یعنی همین کسی که وامو گرفت، اون کسی که امضا رو کرده و اینا، فقط مبلغ رو برمیگردونه یا عواقبی داره؟ بله اگه فقط مبلغ بود که خوب بود، بجستید مسئله این هستش که شما رو بگیرن دستگیر بکنن، پرونده جنایی وسط درست میشه، پرونده کیفری، و بعد بری تو پروسه دادگاه و اگه محکوم بشی رکورد میگیری، سابقه یه چی کلاهبرداری میگیری، و این خیلی زندگی رو برای شما مشکل میکنه. زندان هم پشتش هست، میزان بستگی به میزانش داره، زندان هم پشتش هستش، اونم خیلی مسئله جدی میشه. این یه مورد هست که دوستان باید خیلی، من دیدم اتفاق میفته. یه مورد دیگه هم که دوستان خیلی جدی نمیگیرن ولی ممکنه خیلی خطرناکشو برشون، همین تقلب کردن در این ریترنای مالیاتی هستش. آها. که اداره مالیات کانادا اونجا خیلی مثلا مبلغ درآمدشون رو خیلی زیر چیز میزنن، از قیمت واقعیش میزنن، یا خرجای عجیب غریب و علکی واسه خودشون میترشن واسه بیزنسشون کمتر مالیات بدن. وقتی کار میکنن پول نقد میگیرن، واسه اینکه مثلا چک بگیرن یا از طریق مثلا کارت اینا بهشون پرداخت بشه، سرویسی که در اختیار مثلا مشتریاشون میذارن اینا. و اگه اداره مالیات دستش رو شما برسه خیلی راحت تمام زندگیتون از این رو به اون خواهد کرد. خیلی، یعنی وسیع‌تر عواقبش. آره خیلی، و چون اداره مالیات کانادا خیلی قدرت داره متأسفانه، خوشبختانه باید بگم، چون همه ما این کشور رو مالیات میچرخه دیگه، و خیلی قدرت داره، خیلی راحت، فقط کافیه که اینا شک بکنن بهتون، یه نامه میزنن میان میگن که میخوایم که چیکارتون بکنیم، بازرسیتون بکنیم، بعد کل رکورد و رسیدا و در چند سال اخیر همه رو باید بهشون بدی، ندی همونجا جریمت میکنن، مثلا هر رسیدی که بهشون ندی از 3 سال پیش، 4 سال پیش، 5 سال پیش جریمت میکنن، و اگرم خیلی مسئله جدی بشه اصلا گزارشت میدن به پلیس، پرونده واسه درست میکنن، پلیس میاد دستگیرتون. آره آره. کسایی که حالا بیزینس های شخصی کوچیک دارن اگه اصلا اعلام مالیات نکنن هر سال، من راجع به اینم خواستم بپرسم، بله کلاهبرداری محسوب میشه؟ بله بله بله. یعنی خیلی خوشبختانه کانادا مثل آمریکا نیستش، تو آمریکا خیلی خیلی جدی تر میگیرن و اینا، این تو کانادا به ندرت مثلا اداره مالیات میگیره واسه تون پرونده درست میکنه، خوش میان سراغتون، سعی میکنن مسئله رو حلش بکنن، ولی اگه مسئله جدی بشه واسه تون چی پرونده هم درست میکنن و اینا. ولی اعلام نکردن مالیاتی خودش میتونه جرمه. آره اگه بخوان اذیت بکنن میتونن، سر همین باید خیلی باید مواظب باشی، چون مسئله مالیات مسئله نیستش که با کسی شوخی ندارم، و خیلی سریع اصلا حسابات همونجا میپندن، نمیتونی دست بزنی به حسابات، و تمام پول میکشن بیرون نجه ای تا مسئله چیز بشه، و هر چی پول هم اگه وارد بشه اونجا فوری میکشن بیرون نجه ای. این حد اخرش کاری که میتونن فوری انجام بدن این هستش که مثلا فریز بذارن یا استاپ بذارن روی چی، حسابه بانکیتون، بعد اگه پولا رو بخوام بکشن بیرون خب از طریق باید برن تو پروسه دادگاه و اینا، ولی واسه شما فرقی نمیکنه، چون اگه فریز باشه که نتونید دست بزنید چه فرقی میکنه که چه باشه چه نباشه، شما دسترسی چی نخواهید داشت. واسه همین اگه بخوان اذیت بکنن راههای مختلف دارن، ابزار مختلف دارن، و یه چیزی هم که راجع به مثلا اداره مالیات هستش، اینها خیلی قدرتمندتر از فرد هستن. بله. یعنی شما میتونید شکایت کنید، میتونید برید دادگاه، اینا مسئله نیست براشون، شما زندگیتون در شرف نابودی هستش، اینا تو دفترشون دارن کار میکنن، واسهشون مهم نیست، برو دادگاه 2 سال 3 سال خودت علف کن تو دادگاه. آها. به این صورت هستش. سر همین خیلی من قویا به دوستان پیشنهاد میکنم که سر مسائل مالیاتی شوخی بردار نیست، درست واقعی و راست و حسینیشو بیان اعلام بکنن، مالیاتشون هم بدن، و دیگه واسه خودشون مشکل چی درست نکنن.
پیشنهاد من خیلی ممنونم. یه چیزی راجع به روال پرونده ها معمولا چقدر طول میکشه؟ اگر حالا معمولا اینجور پرونده ها اگر زیر 5000 دلار باشه، یعنی میزان کلاهبرداری زیر 5000 دلار باشه، معمولا اگه بخواد بره محاکمه تا همون یه ساله میشون مثلا کارش انجام داد بره محاکمه. اگه بالای 5000 دلار باشه، یعنی 5100 دلار، 5001 دلار تا چندین میلیون دلار هر چقدر، اون بیشتر طول میکشه، مثلا یک سال نیم دو سال مثلا طول میکشه. دلیلش هم ساده است، چون معمولا اینجور چیزا، این پرونده هایی که مثلا میزانش بالاست یا میزان تخلف بالا هستش و پیچیده در هم هستش، به هم مثلا همین زمانی که بیشتر زمان بیشتری میگیره تا پرونده مرحله نهایی برسه و اینا، و عواقبش هم خیلی سنگین تره. چون اگه محکوم بشی به جرم مثلا کلاهبرداری بالای 5000 دلار، مدت زمان زندانش خیلی بیشتر خواهد بود تا زیر 5000 دلار. در خیلی از موارد اگه دفعه اولت باشه و میزان تخلف زیر 5000 دلار باشه، شاید زندان نرید اصلا، متوجه، ولی رکوردو میگیری. ولی بالای 5000 دلار که مبالغ اگه بالاتر باشه و اینا، این زندان هم احتمالش از وجود داره. و دوم اینکه بستگی داره اون طرف مقابلی که ازش کلاهبرداری کردی کی باشه. اگه از یه پیرزن 80 ساله رو بری دزدی بکنی، خب طبیعتاً عکس‌العمل دادگاه خیلی فرق میکنه تا از بانک بخوای دزدی بکنی، متوجه هستی؟ یا اگه یه بچه مثلا یتیم پیدا کرده، بدتره. آره. شما اگه مثلا یه پیرزن 80 ساله رو بری سرش کلاه بذاری، مثلا بگی که آره شامپو مثلا وسط این شامپو رو بزن، مشکل مثلا چی میدونم قند تل میشه، میتونه شکایت بکنه. آره این دزدیه، متوجه؟ مثلا میگه من یه شامپویی پیدا کردم که اگه هر روز به خودت سرتو بشوری بیماری قندت مثلا در عرض دو ماه حل میشه، متوجه؟ خب این دروغه، متوجه؟ یا به کلی پول بگیری از طرف. انقدر از پلا وقت برنامه، چون این هم چیزیه که خیلی شنیدم به کلمه دروغ، یعنی معمولا با همه انواع کلاهبرداری درگیر دروغ. من یه چیزی که دیدم در مورد حالا خیلی از هموطنامون اینه که داستان رزومه سازی، یعنی اینجوری که آدم باید راست و درست بگن وقتی میرن سوابق کاریش رو اینا، ولی این کار اگر که شرکتی یا جایی که میرن کار میکنن متوجه بشن، اینم قابل اینم جور. بله بله، چون اینو من مثلا نکته خیلی خوبی رو اشاره کردیم، من دیدم دوستان بعضی هستن که مثلا واسه خورشون لیسانس مثلا از دانشگاه تورنتو درست میکنن، دیجاستی لیسانس با چی میدونم قابش هم میکنن و فلان و اینا، تو رزومشون نتونم میزنن بلکه اصلا چیز میکنن. تا این حد من دیدم از این کار زیاد کردن، و اینا اگه گیر بیفتن حد اقلش این کار اخراج میشن، ولی میتونن اگه گزارش بدن پلیس ممکنه طرف هم دستگیر بکنن، به خصوص اگه این کار در رابطه با سرویس باشه. خدای نکره شما بگی که من مثلا لیسانس مثلا شیمی دارم یا لیسانس بیولوژی دارم، یه کاری در اون رشته بهتون بدن که بزنی خراب بکنی، یکی مثلا صدمه ببینه یا ارباب روجی صدمه ببینه، خیر اولی کسی که میگیرن شما هستی، هم کمپانی رو میگیرن هم شما رو، که چرا مثلا طرف چک نکرده و دومی که شما خودتون چیز کردی. سر همین اینو متاسف یه چیزی من خدمتتون بگم، من چیزی که دقت کردم در بین هموطنان متاسفانه این هستش که وقتی این اتفاقات میفته معمولا اینو پای زرنگی میذارن، نجی مثلا در رابطه با شرکت، با وزارت مالیات یا بانک یا همین سندسازی و کار و اینا، بعضی از دوستان پای زرنگی میذارن، یعنی اصلا افتخارم میکنن، متوجه؟ در حالی که اصلا اینجوری نیست، واقعا این کار غیر اخلاقی هستشون. حالا دوزی چه از بانک باشه، چه از دولت باشه، چه از کارفرما باشه، بالاخره نهایت همین هستش. دوستانی هستن که مثلا بعضیاشون رو من دیدم گرفتن که مثلا ویلفر میگیرن، چک میگیرن، یه بیمه بیکاری میگیرن، بعد کارم میکنن، نقد کار، متوجه هست؟ اینا هم بگیرن، اینا هم باز جرم داره، متوجه؟ ولی بعضی اکثر و خیلی از دوستان متاسفانه اینو مشکلی با این مسئله ندارن، بلکه میزنن پای زرنگی، دجید، و این یه مقدار بعد دروغ خوب... و ناراستی اینجا گریبان تو میگیره. آره ولی اون میتونه بگیره، ولی از اون طرف هم اگه نگاه بکنی که دوستانی هستن که مثلا اینو مشکل اخلاقی با این موضوع ندارن، اینو با پای زرنگی میذارن، چرا زرنگی مثلا آره آره، این چیز فرهنگی باید حل بشه، این مسئله فرهنگی برای دوستان باید حل بشه که واقعا
کار غیر اخلاقی غیر اخلاقیه. حالا میخواد از دولت بخوای بدزدی، از شرکت بیمه بخوای بدزدی، از هر کسی. شرکت بیمه مثلا با ماشین میری مثلا ترمز میکنن که از پشت بهشون بزنن که بعد برن. انواع و اقسام کارا. بله بله، اگه گیر بیفتی همون هم جور میشه. یعنی پوششون رو تو این راه خرج نکنن، تو راه درست خرج کنن. دقیقاً، یعنی اخلاقیات رو در نظر بگیرن. بالاخره بار کج بالاخره اون مقصد نخواهد رسید. حالا هر چقدر هم پول بگیرن و اینا، بعدش یه جورایی پس میدن متاسفانه. برای همین من این به دوستان قدیمی هم پیشنهاد میکنم که اصلا دنبال این چیزا نباشن. خوشبختانه دیگه کشوری زندگی میکنیم که اگه کار بکنی، زحمت بکشی، پول از راه درست میتونی به دست بیاری، نیازی نیستش که آدم از این کارو بکنه. ممنون بابت اطلاعات خیلی مفیدتون. خیلی دوست داشتم این برنامه رو خودم بگم که بیننده‌مون هم استفاده کرده باشن. ممنون که ما رو تماشا کردین. من دوباره این موضوع ذکر کنم که هر چیزی که اینجا میشنویم صرفا جنبه اطلاع رسانی داره. برای مشاوره تخصصی حقوقی میتونید به دفتر جناب آقای دکتر یا سایر دفاتر حقوقی مراجعه کنید. ممنون که ما رو دیدید. خیلی ممنون که از من دعوت کردید. قربان شما.